تلویزیون رژیم در بخش خبری اصلی خود ضمن پخش خبر اعلام گام دوم در نقض تعهدات برجامی رژیم، ناگزیر به بخشی از واکنش‌های بین‌المللی که اقدام رژیم را محکوم کردند اشاره کرد. اتحادیه اروپا و روسیه به تصمیمات جدید کشورمان درباره کاهش تعهدات برجامی واکنش نشان دادند. رئیس جمهور فرانسه بدون اشاره به اقدام آمریکا در خروج از برجام ادعا کرد تصمیم ایران برای افزایش سطح غنی‌سازی اقدامی در جهت نقض توافق است. وزارت خارجه آلمان از تصمیم ایران برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم انتقاد کرد. موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بدون اشاره به خودداری اروپایی ها از اجرای تعهدات برجامی با ابراز ناخرسندی از کاهش تعهدات برجامی ایران از تهران خواست از تصمیمات اتخاذ شده عقب نشینی کند. علاوه بر واکنش های بین المللی و موضع‌گیری برخی از سران کشورها که تلویزیون رژیم اشاره کرد، به گزارش رویتر ساعتی بعد از اینکه تهران اعلام کرد به زودی غنی‌سازی اورانیوم را بالاتر از حد مجاز برجام 2015 می‌برد، پرزیدنت ترامپ روز یکشنبه گفت بهتر است رژیم ایران حواسش جمع باشد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در یک پیام توییتری در واکنش به تخطی برجامی رژیم نوشت توسعه اخیر رژیم ایران در برنامه هسته‌ای‌اش به تحریم و انزوای بیشتر خواهد انجامید. پومپئو افزود کشورها باید استانداردهای دیرینه مبنی بر وجود هیچ گونه فعالیت غنی‌سازی در برنامه هسته‌ای رژیم ایران را بازگردانند، چرا که این رژیم اگر به سلاح هسته‌ای مسلح شود خطری به مراتب بزرگتر را متوجه جهان خواهد کرد. خبرگزاری سپاه پاسداران نیز واکنش یک مقام دولت ترامپ را انعکاس داده و نوشت یک مقام دولت ترامپ در بیانیه‌ای به CBS گفت رژیم ایران بار دیگر اثبات کرد که توافق هسته‌ای وحشتناک اقدامی برای متوقف کردنش از تهدید صلح و امنیت بین‌المللی در هر زمان دلخواه توسط این کشور نمی‌کند. رهبران رژیم ایران غنی‌سازی را دستاویز گروگان گرفتن دنیا با اخاذی هسته‌ای کردند. همانطور که رئیس جمهور ترامپ گفته آمریکا هیچگاه به رژیم ایران اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. کارزار فشار حداکثری تا دست برداشتن این رژیم از بلندپروازی‌های هسته‌ای و رفتارهای غیرقانونی ادامه خواهد یافت. در همین حال گام دوم رژیم در خروج تدریجی از برجام در داخل رژیم هم تنش و بحران را افزایش داده است. کیهان خامنه‌ای 17 تیرماه با ابراز نارضایتی از شیوه اعلام خروج تدریجی و گام به گام از برجام که از جمله باعث شده قیمت نفت نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم یافته است نوشت در این شرایط چرا باید با تأخیر و تدریج و گرفتن ضرب اقدامات تلافی جویانه هزینه حریف در ارتکاب خیانت را پایین بیاوریم؟ چرا با شوک دادن رفتار خصمانه را برای طرف مقابل پرهزینه و غیر قابل تحمل نکنیم؟ اقدام قاطع و بازدارنده اولا باید شامل توقف همه تعهدات ما در مقابل نقض عهد کامل آنها باشد، ثانیا راهبرد اقدام و زدن ضربات نامتقارن اما دردناک توسعه پیدا کند. راهبرد خروج یا تعلیق کامل تعهدات در مقابل خروج طرف مقابل، تنگه در برابر تنگه، نفتکش در برابر نفتکش و ضربه در برابر ضربه باید تبدیل به سلاحی رفتار ملی در دوره جدید شود. فؤاد ایزدی از کارشناسان سیاسی باند خامنه‌ای نیز طی گفتگویی با جوان روزنامه سپاه پاسداران با بیان اینکه بهتر بود که امروز اعلام می‌شد غنی‌سازی 20% در دستور کار قرار گرفته افزود در واقع ما به اروپایی که قرار نیست از این مهلت استفاده کند زمان 60 روزه داده ایم و متاسفانه نتیجه مثبتی برای ما ندارد، زیرا که زمان به نفع ما نیست بلکه به نفع آمریکایی هاست که میخواهند سیاست های تحریمیشان نتیجه بدهد و برای آن به گذر زمان احتیاج دارند. روزنامه حکومتی وطن امروز نوشت دیروز در حالی که همه منتظر بودند برای نخستین بار از دولت روحانی اقتدار مشاهده کنند باز هم تعلل و انفعال دیدند. انفعالی که با توجه به انتخابات آمریکا و هزینه‌های امنیتی آن برای ایران به شدت برای کشور خطرناک است و می‌تواند تبعات امنیتی بسیار خطرناکی برای مردم ایران به دنبال داشته باشد. در مقابل مهره‌ها و رسانه‌های باند روحانی عبور از خط قرمز غنی‌سازی 3.67% اورانیوم را خطرناک دانسته و نسبت به عواقب آن به رژیم هشدار می‌دهند. در همین رابطه علی بیگدلی با ابراز وحشت از عواقب این اقدام نوشت
این اقدام موجب شده تا وضعیت به گونه‌ای هدایت شود که آمریکا به هدف خود مبنی بر نزدیک کردن اروپا به اجماع علیه ایران امیدوارتر شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ممکن است پرونده ایران دوباره به شورای امنیت ارسال شود که در آن صورت روشن نیست چه خواهد شد. من به ذهن هر کسی در این رابطه میرسه. ما هم سوالاتی داریم که از جمله میخوایم مطرح کنیم با خسرو شکرالهی در جستجوی پاسخ در همین گفتگویی که داریم. تشکر میکنیم از حضورتون در برنامه قیام ایران. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آزادی. شما در جریان هستید که رژیم مرحله دوم یا گام دوم از نقض برجام را اعلام کرد. از طرف دیگه تهدید میکنه که اگر اروپا به خواسته هاش جواب نده، وارد مرحله سوم یا گام سوم را هم برمی‌داره. آیا میشه نتیجه گرفت که خط رژیم در واقع خروج گام به گام و تدریجی از برجامه؟ به قطع و یقین که نتیجه نمیشه گرفت. خط رژیم خروج از برجام نیست. بله. حتی همین گام به اصطلاح گام دومی هم که برداشتن و اینطوری لااقل در تبلیغاتشون از این اسامی میگذارن که گام دوم، گام سوم، گام اول، اینها دقت کن حتی وقتی هم دارن همین رو با این به اصطلاح آرایش تبلیغاتی اعلام میکنن، ولی تاکید میکنن عراقچی مثلا در همین کنفرانس مطبوعاتی که دیروز گذاشته بود با ربیعی و اون کمالوندی، اینها میگودن که اصلا این برای حفظ برجام هست، ما داریم این کار میکنیم که برجام حفظ بشه. و به کرات روحانی هم وقتی میاد صحبت میکنه بازم از این مسئله استفاده میکنن که این برای حفظ برجامه. حالا اگر بشه من اشاره بکنم به یکی از حرفایی که خود اینها زدن، ببینیم باند مقابل خیلی خوب میاد به صورت در این جنگ و دعوایی که دارن پته اینا رو آب میریزه. اشاره هم هست به چیزی که کیهان خامنه ای نوشته. ببینید این مسئله که از یک طرف این آرایش رو اینطوری وانمود کردن که خب گام اول گام دوم داریم برمی‌داریم و می‌خوایم مرحله به مرحله از برجام خارج بشیم، بازم همین حرفی که رژیم در همون اول وقتی که اون شورای امنیت ملیش در 18 اردیبهشت ماه گذشته گفت که ما دیگه از این به بعد فروش غنی‌سازی رو متوقع، یعنی سقف سقف ذخیره اورانیوم غنی شده رو رعایت نمی‌کنیم و 60 روز مهلت میدیم و حالا 60 روز گذشت گفته که گام دوم رو برمی‌داریم. حتی همون موقع هم که اسمشو گذاشتن خروج گام به گام، از یک طرف دو دستی چسبیدن به همین برجام هست و از طرف دیگه چنین ادعاهایی. حالا این کیهان خامنه‌ای اومده همین رو میگه با. میگه که شما در شماره همین 17 تیر ماه خودش همین امروز اصلا به روی خودش نمیاره که این خط خطیه که ولی فقیه ارتجا داره پیش میبره. این تناقض که از یک طرف بگید مرحله به مرحله دارم خارج میشم و این حرف خنده‌داری که معاون وزیر خارجه میزنه که اصلا ما داریم تعهدات برجامیمون رو نقض میکنیم و هدفمون حفظ برجامه بله. حرف خنده‌داری اگرچه، ولی خب یک واقعیت توشه و اون هم اینه که برای چسبیدن به این برجام، حالا کیهان اومده همین رو از اینها آتو گرفته و میگه که چگونه است که وزیر خارجه و معاون او این سکس را مثبت و دارای ارزش راهبردی خواندند در حالی که همین آقای روحانی میگفت که این سکس تو خالی است و به هیچ دردی نمیخورد و اروپا هم هیچ کدام از 11 تعهد خودش رو انجام نداده. و در ادامه میده، چون که بحث است که گویا که رژیم میخواد با فرانسه مذاکره کنه در تاریخ 24 تیر ماه، ادامه میده چه مذاکره ای مگر موضوع مبهم و تعهد توافق نشده ای وجود دارد؟ قطعا از سرگیری مذاکرات در حالی که جنازه توافق برآمده از 2 مذاکره زیر پای اروپا و آمریکاست به تعبیر روحانی دیوانگی است. ببینید همین جمله منظورم بود، میگه جنازه ایه که زیر پای اروپا مونده این برجام، یعنی جنازه ای که روی دست رژیم مونده. رژیم آخوندی قطعا خطش خروج از برجام نیست به یک دلیل مشخص، چرا که بار امنیتی براش داره. در وهله اول میدونه که اگر از برجام خارج بشه ذیل بند 7 منشور ملل متحد قرار میگیره و حتی خود روحانی هم وقتی که
تحریم ها برگشت و آمریکا خارج شد، گفتن خب برجام برای ما چه دستاوری داشت این معامله که تو کردی؟ گفت ما رو به لحاظ امنیتی به اصطلاح چیز کرد، به ما اطمینان امنیتی داد. پس بنابراین خیر علی‌رغم تمام ادعاهایی که میکنن و این گام هایی که تعیین کردن و میکنن، خطشون در حال حاضر اگه بخوام پاسختون رو خیلی خلاصه و سریع بدم، خیر خطشون خروج از برجام نیست، چرا که از تبعاتش به قایت ولی فقیه ارتجاع وحشت داره. بله. خب آیا این سیاستی که رژیم در پیش گرفته یا همین خط رژیم که شما میگین، بله، تا به حال دستاوردی هم براش داشته؟ خیر تا حالا دستاوردی نداشته. اول اگر بخوایم خیلی دو تا چهار تا حساب کنیم، اگر دستاوردی میداشت قاعدتا نباید گام دوم رو برمیداشت. بله. چرا؟ چون که 60 روز مهلت داد. در گزارش هم که الان دیدیم بازم دارن باندای رقیب یخه هم دیگر رو میگیرن و میگن که 60 روز مهلت دوم دیگه پس برای چی؟ ما که 60 روز اول دادیم و خبری نشد. بله. و گفته بود که اصلا مهلتیه که میدونیم هیچ کس ازش استفاده نخواهد کرد، حتی 60 روز دوم هم. بنابراین هیچ دستاوردی نداشته، برعکس رژیم رو در منطقه منزوی تر کرده. بنا به حرفایی که خود باز هم باندهای رژیم میزنن، از جمله مثلا یکی از همین در روزنامه حکومتی صبح، ستاره صبح، فردی به اسم علی بیگدلی اینطور نوشته که این اقدامی که ما میکنیم برخلاف ادعاهایی که میان میکنیم، چون که روحانی ادعاش اینه که بله ما در برجام موندیم و تعهداتمون رو انجام دادیم، باعث شدیم که آمریکا ایزوله بشه در جهان و نه همه میگن که این جمهوری اسلامی درست عمل کرد. حالا این میگه که این که کاری که ما کردیم، این اقداماتی که ما داریم میکنیم، این که بدتر باعث شده که ما منزوی تر بشیم و اتفاقا اتحادیه اروپا با آمریکا موازشون همگراتر بشه. این اقدام، از قول اون بخونم، این اقدام موجب شده تا وضعیت به گونه ای هدایت شود، منظورش اینه که یعنی شما وضعیت کشوندید به اینجا، که آمریکا به هدف خود مبنی بر نزدیک کردن اروپا به اجماع علیه ایران امیدوارتر شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد ممکن است پرونده ایران دوباره به شورای امنیت بره و در اون صورت روشن نیست که چه خواهد شد. پس ببینید در داخل رژیم هم عرض کردم که نه تنها دستاوردی نداشته بلکه زیان هم داشته برای رژیم. یکیش انزوای منطقه ایش، یکیش این نزدیکی همین چیزی که میگه اجماع جهانی علیه رژیم آخوندی، و یکی هم همین افسودن به سردرگمی و شدت گرفتن تضادهای باندهای درون رژیم بر سر این مسئله. و واقعا در درون این باندها بلخص در بدنه رژیم، خب این حالت سردرگمی و این حالت ترس و وحشتی که از این چشمانداز هر روز داره افزایش پیدا میکنه کماکان وجود داره و در این جنگ و دعواشون هم میبینیم. بله. خب همین اشاره کردید به مواضع دو باند، سوالم اینه که چرا انقدر اختلاف وجود داره بین مواضع دو باند بر سر برجام؟ از یک طرف این جناح خامنه ای یا باند خامنه ای میگه که یک بار از برجام خارج بشیم، باند دیگه میگه نه این کار فاجعه آور و خطرناک و غیر است. بله، همونطور که گفتید، بله این اختلاف نظر لاقل در اون چیزی که در صحنه سیاسی دیده میشه اینطوره. مثلا میگن که یک باره خارج بشیم، یا اصلا میگفت که اصلا ما باید یک باره 20% رو اعلام میکردیم. ببینید واقعیت این هست که این جنگ و دعواها واقعیه. دلیل اصلیش هم این هست که وقتی رژیم با بحرانهای این چنین حادی روبرو هست، برخلاف تصوری که ممکنه در وهله اول به ذهن بیاد، این بحرانها باعث همگرا شدن جناهای درون رژیم و منافع غارتگرانی درون رژیم نمیشه، بلکه اینها رو بیش از پیش از هم دور میکنه. ولی بعد از اینکه این حرف رو زدم میتونم این نتیجه گیری رو بکنم که تا اونجایی که به پیشبرد این سیاست که شاهدش هستیم برمیگرده، خامنه این سیاست رو اتخاذ کرده و داره پیش میبره و در این زمینه به نظر میرسه روحانی و این هیئت حاکمه در چارچوب این سیاست دارن پیش در چارچوب این سیاست دارن این گام و این سیاست رو در پیش گرفتن. بله. و در این زمینه خیلی روشن است که این سیاست کلی رژیم هست، سیاست کلی که رژیم در پیش گرفته. بله.
کسانی که دارن مثلا این حرفایی که از برجام خارج بشیم، نه حالا هیچ وقت نه خامنه ای گفته خروج از برجام رو به این شکل، و نه تا روحانی و کسان دیگه، اینها عمدتا عناصر تبلیغی هستند که در درون رژیم، و خب واقعی هم هست، هرچند که عرض کردم انعکاسی از این تضاد، از این بحران های واقعی درون رژیمه. ولی در این که سیاست روز و عملی رژیم اکنون همینی هست که میبینیم، همین جنگ افروزی ها، تروریسمی که در منطقه بهش دامن میزنه، و همین باجگیری های اتمی که میخواد به این وسیله بکنه با این گام ها که خود خارجی هم اصلا اسمشو گذاشتن دیگه، باجگیری های اتمی. پس بنابراین این سیاستی که رژیم در پیش گرفته، علی‌رغم این که خب عرض کردم بحران ها معلومه که تضادهای درون رژیم رو هم دامن میزنه. آخرین سوالم اینه که خب با این توضیحاتی که شما دادید، بله، در واقع یک سوال پایه‌ای به ذهن میزنه، بله، که اگر این دستاوردی براش نداره، حتی خودش هم اطمینان نداره، یا باندهای خودش هم اطمینان ندارن که بالاخره به کجا ختم میشه، خب چرا چنین خطی رو در پیش گرفته؟ البته شاید نباید این سوال از شما بپرسید، از خود رژیم پرسید، ولی خب شما کمک کنید که مقدار این روشن بشه، بله، که چرا رژیم اصلا چنین کاری کرده. بله، خب سوال خوبیه، همین که میگید واقعا این سوالی که روی میز رژیم هم هست، و حتی طرفای خارجی هم خیلی مشخص این سوال رو در جلوش قرار دادن که هدف تو از این کارا چیه؟ اگر میخوای باجدهی اتمی بکنی، که خب اروپا روشن کرد، آمریکا که خب اصلا از برجام خارج شده، بله، و موازش مشخصه، یک چیز مشخصی نیاز به تکرار نداره. اروپا هم در نهایت در همین گزارش هم که دیدیم اشاره شده بود، بالاخره میگه من سازوکاری که دارم این استکسه، و این هم ابعادش مشخصه، و هرگز نمیتونه اون چیزی که رژیم آخوندی دنبالشه که نخیر این باید باعث خرید نفت از من بشه، اصلا مکانیزم نیست که بخواد به اینجاها را پیدا کنه. و این سوالی است که روی میز رژیم هم هست، همین که گفتید شما باید پرسید از رژیم. اما از یک منظر بیرونی، اگر از نگاه مردم ایران و مقاومت ایران و قیام آفرینان، مردمی که برای آزادی به پا خواستند، به این مسئله نگاه کنیم، نتیجه بلافاصله که میشه گرفت از این مسئله، مسئله ضعف و بنبست رژیم آخوندی است. به این نفع که ببینید خامنه ای گفته من سیاست جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد. خب پس چه سیاستی رو در پیش خواهی گرفت؟ عرض کردم همین سیاست رو در پیش میگیره، سیاست این که نه مذاکره میکنم و میدونم که جنگ هم نمیشه، پس در این وسط برای این که بتونم زمان بخرم و مثلا تا انتخابات آمریکا این رژیم بحران زده رو این چنین حیاتش رو ادامه بده، با این تروریست و با این کارا انجام میدم. چرا به این سیاست دست زده؟ خب این به خاطر عرض کردم، به خاطر این هست که این مسئله در اساس منشأش یک منشأ خارجی نیست، این نمود و بازتابی هست از تضادی که این رژیم آخوندی با مردم ایران داره، این حاصل جنگ و تقابل و رویارویی رژیم آخوندی با مردم ایران بر سر حق حاکمیت ملی هست، بر سر همین پروژه ضد میهنی و میهن بر باده اتمی هست که مقاومت ایران رو افشا کرد، و وقتی و رژیم رو به این نقطه رسوند، این روسا به کرات خودشون دارن میگن که ما 20 سال بعد از افشاگری مجاهدین دوچار این پرونده شدیم، و وقتی هم که این توافق رو امضا کردن، همین توافق برجام رو، رئیس جمهور برگزیده مقاومت در همان روز امضای توافق گفت اگرچه یک توافق بدون امضا و بدون تعهد مشخصی رژیم رو از تلاشش برای دست به بمب اتمی باز میکنه، ولی قطعا بعد از این توافق خامنه ای بقایا ضعیف‌تر و رژیم آخوندی بقایا ضعیف‌تر، و ما حالا داریم میبینیم آثار این وضعیت رو. بله، یک بار دیگه تشکر میکنیم از حضورتون در قیام ایران. خواهش میکنم.